گفتار 99، نخستین شب در لندن، ملاقات ایلچی با وزیر انگلیس. هرچه بدگذشتن شب اول را تعریف نمایم کم گفتم. تخت خوابهای ما همه دارای پرده های ظریف و فریبنده بودند که ما را در سر هوس آر خالق ساختن از آنها افتاد. با خود می اندیشیدم که اگر آر خالق نسازیم اقلن همچون شال آنها را دور کمر بپیچیم. اما چون به پوشیدن لباسهای سنگین قیمت و زیبا آشنا نبودیم، دست از این هوس کشیدیم و قرار شد که در عوض صرف پارچه ها در این راه پیراهن از آنها بسازیم. این عقیدت تقی فراش را خوش آمد، زیرا بیچاره در جهان یک پیراهن بیشتر نداشت. نمی دانم چه وقت بود، اما می دانم که هنوز فرنگیان در خواب بودند که ما بستر تنبلی رها ساختیم. چون خواستیم به نماز پردازیم، محمد بیگ گفت خواندن نماز شرط عقل نیست، زیرا اولا شبهای اینجا از شبهای ما طولانی تر، ثانیا صدای مؤذن تا به حال به گوش ما نرسیده است. سخت ترین مصیبت این که خورشید عالمتاب از روشن کردن این مملکت ویرانه شرم دارد. ساعتها در ظلمات شب بی این که دمی بیاساییم به اطراف می رفتیم تا اینکه صدای هیاهوی خارج خبر رسیدن روز را اعلام کرد. در تمام طول شب صداهای شبیه به صدای کشیکچیان ارگ که هر لحظه آرامش شهر را گوش زد می نمایند به گوش می رسید، اما بعدها معلوم شد که این هم یکی از اشتباهات ما بود است. برخی از ما عقیده داشتند که این گروه از مؤذنین انگلیسند و چون به خارج نگریست لباس آنها را سیاه دیدیم، حدس ما به یقین تبدیل شد، زیرا کلیه مردان با خدای انگلیس سیاه پوشند. اما اگر عقل را راه نمای خود قرار داده و قضاوت درستی می نمودیم، یا این آقایان از آن نمی گفتند و یا انگلیسیان از فرط تنبلی نمی توانند دست از رخت خواب بکشند. عاقبت معلوم نشد که این گروه مؤذنند یا خیر که داد و فریاد می کنند. همین که پاسی از روز بگذشت، محمد بیک با کمال شادمانی نزد رفقا آمده مناره ای را نشان داد و گفت مؤذن مؤذن. معلوم شد این کشیش به طرز عیسویان اذان میگوید. کمی بعد صدای هیاهو و قوقایی که تا به حال برای ما سابقه نداشت بلند شد. در میان این همه داد و فریاد صدای زنگی که شبیه به زنگ کلیسای ارامنه جلفا بود به گوش میرسید. اما مردم این دعوتها را اجابت ننمودند و فقط به جاروب کردن منزل پرداختند. جاروب کردن مختص زنان بود و آن طوری که برمی آمد از فرائض مذهبی آنها به شمار می رفت. چه همچون مجرمی در مقابل خدای یگانه زانو بر زمین می زدند. عجب این که همه هیاهوها در منزل ما نیز دیده می شد، زیرا زنانی را که دولت برای خدمت ما گماشته بود نیز به تقلید دیگران پرداختند و خود را در نظر ما از فراش پست تر ساختند. دلاک ایلچی را مشتمال مفصلی داد. ایلچی برخلاف هر روز شادان و خندان بود. چون علت را پرسیدیم گفت دیشب خوابی دیدم که باید محمد بیک با هوش سرشار خود به تعبیر آن بپردازد و بدون رو در بایستی یا ترس آن را در میان نهد. دیشب همین که به خواب رفتم میرزا شفیع را دیدم، پشت را بر قالی گذارده و پا در هوا گرفته بود. چهار فراش گردن کلفت در حضور قبله عالم ضربات شدید شلاق بر پاهای او وارد می ساختند. قبله عالم پلو می خورد، اما پلویی که برنجش طلا بود. میرزا شفیع بلد زنا، منت خدای را که کلک وزارت از میان تو افتاد و نانت بریده شد و فلک تقصیر به پایت آویخت. اکنون دیگر مرا از بخت خود ملتمس نیست، آنچه را که در خیال کاشته بودم اکنون ثمر داد. ایلچی سرمست این رویا بود که مهماندار به همراهی یک نفر فرنگی وارد شد و گفت
این آقا را شاه انگلیس مأمور پذیرایی شما نموده است، زبان شما را نیکو می داند. از این خبر دلشاد گشته و خود را در کارها کامیاب می دیدی. این شخص نه تنها فارسی حرف می زد، بلکه همچون منشیان نیز می توانست بنگارد. اکثر کتب فارسی را خوانده و اکثر اشعار سعدی و حافظ را از بر داشت. خلاصه ایلچی از داشتن چنین کسی فوق‌العاده دلشاد. پس مهماندار گفت: امروز وزیر خارجه شاه انگلیس به دیدار شما می آید و وزیر اعظم فردا را برای رسیدن به خدمتتان معین کرده است. ما همه در این خیال بودیم که از چه روی این ملاقات ها بدون کشمکش انجام می پذیرد. راستی راستی فرنگیان قدر مقام خود را نمی دانند و جز به گزاف تکیه بر جای بزرگان نمی زنند. یاد دارم همان وقتی که ایلچی فرنگ به دربار ایران آمده بود، یک ماه تمام کشمکش داشتیم که آیا بزرگان ایران باید به ملاقات فرنگیان بشتابند یا فرنگیان به ملاقات بزرگان ایران روند. اینجا وزیران خود به تو به خدمت رسیدند. چون دلیلی برای این موضوع نتوانستیم یافت، خود را به این قانع نمودیم که ایرانیان سرآمد جهانیانند. اگر انگلیسیان در ملاقات پیش دستی نمودند عجبی نیست. سر وقت معین وزیر با دو نفر وارد شد و این دو نفر بدون کسب اجازه در خدمتش نشستند. راستی راستی شاعر جا داشت بگوید میان وزراء ما تا وزراء انگلیس تفاوت از زمین تا آسمان است. من گفتم عجبا، در ملک ما وزیر برای خود کسی است. وقتی از خانه برون آید 100 نفر اطراف او را احاطه نمودند، چه بسا اشخاصی که آرزوی دیدن وی را دارند. برخی می‌دوند تا زانویش بوسه دهند، عده‌ای زمین بوسیده عریضه می‌دهند. اگر بدبختی در راه وزیر باشد چقدر چوب به سر و مغزش می‌کوبند. مگر گله‌ها و رمه‌های وزیران را حسابی هست؟ هنوز که هنوز است کسی را با دبدبه و جلال در انگلستان ندیده‌ایم. می گفتند این وزیر تیپ و سلطان معروف پادشاه مسلمان و قدرتمند هند را مغلوب نموده است. همان تیپ و سلطان هندی که بر شهر زیبایی چون سرنیگاپاتام حکومت می کرد. همان تیپویی که یک لمحه بصر می توانست خورشید را طالع و ماه را آفل سازد. همان کسی که سلاطین مغل چون موم در مشت اوی نرم بودند. مغلوب کننده شخصی به آن بزرگی اکنون با موی گردآلود بر کرسی نشسته و گردن در مقابل ایلچی ما خم نموده است. محمد بیک گفت عجبا گفته سعدی چه نکو می باشد که گفته است زندگانی بشر همچون سفر در کوه قاف است. اگر بر قله رود پیش از همه کس خورشید را بیند. اگر در نیمه راه باشد در ظلمت خواهد بود. اگر در قعر در رود عالمیان با دیگران خواهد شد. شخصی به این عظمت و به این تواضع دیدنی است. چون وزیر را نظر تیزبین و بیان فصیح دیدیم، همگی هم آواز گفتیم آفرین بر نظر پاک و تیزبینت باد. ما تو را عین الدوله می نامیم، زیرا آثار بزرگی از دیدگانت هویداست. ماشاءالله فصیحی، فرق خوب و بد نیک توانی داد. آری تو شایستگی حکومت بر عیسویان و هندوان داری. ایلچی وزیر را مخاطب ساخته گفت از حضرت اشرف تقاضا می نمایم که هرچه زودتر مرا به حضور شاه انگلیس بری تا رسائل را تقدیم نمایم، چون قبله عالم امر فرموده است که اگر سر ببازم همان 3 روز اول به حضور شاه برسم. وزیر: البته در انجام این کار جهد بلیغ خواهم نمود، اما چون شاه ما را جز در مواقع معین نتوان دید ممکن است مدتی به طول انجامد. ایلچی: عجب، شاه ایران هر روز بر تخت سلطنت می نشیند و بندگان و خاصان به خدمت می پذیرد. اگر ایلچی مملکتی
در همان روز ورود کواکب را مساعد بیند میتواند به حضور شاه شرفیاب گردد. وزیر: متاسفانه کواکب مملکت ما بر روی اصول منظمی سیر نمی کنند، لذا بیم آن می رود که موقع سعدی در این چند روز به دست نیاید. البته در اولین فرصت به حضور شاه ما خواهید رسید. این سخنان چون نیشتر بر دل مجروح ایلچی فرود آمد و یک بار سرشک از دیدگان برون ریخت. همین که وزیر از پیش ما رفت، صدای فریاد ایلچی بلند شد که می گفت: وای وای بر من، چه خاکی بر سر ریزم. اگر این طور باشد جان در سر این سودا خواهم باخت. در پیش همه آبرویم خواهد ریخت. زن و بچه‌ام را ترکمنها خواهند فروخت. میرزا شفیع نابکار بهانه پیدا کرده تسمه از گرده‌ام خواهد کشید. پدرم را گور به گور خواهد کرد. دام سخت است مگر یار شود لطف خدا، ورنه آدم نبرد صرفه ز شیطان رجیم. پس به ما روی نموده گفت: یاران چه چاره اندیشم، به کجا روی آورم؟ روی ما سیاه می شود، شاه ما مستبد است و از بریدن سر بیمی ندارد. من به خود جرأت داده گفتم: آقا، آنچه شما می فرمایید از روی کمال حزم و احتیاط است. حاشا و کلا که کسی فرمایش شما را مخالف باشد، اما تو را به جان پسرت قسم، مگر ما ایرانی و مسلمان نیستیم؟ حال که در دست کفار افتاده ایم، مگر نباید بنابر شرع انور راستی را پیشه خیش سازی؟ باید صبر کرد تا ببینیم که بخت بد تا به کجا می کشد آبش خور ما. درست است که شاه ما مستبد است، اما اگر قدرتش 10 برابر گردد، آیا می تواند 1 سطر از کتاب تقدیر را عوض نماید؟ آری، حکم تقدیر را عوض نتوان کرد، مگر شاعر شیراز نفرموده است که: ساقیا می ده که با حکم ازل تدبیر نیست، قابل تغییر نبود آنچه تعیین کرده اند. محمد بیگ: آری حاجی بابا راست میگوید، تقدیر چنین است. ما را تقصیر چیست؟ خوردن، خوابیدن، نوشیدن، راه رفتن به حکم قضا و فرمان قدر است. حال اگر مقدر نشده است که شاه فرنگ را ببینی، تو که موجودی ضعیف هستی، میتوانی تغییری در این حکم دهی؟ مگر حافظ علیه الرحمه نفرموده است: رضا به داده بده و از جبین گره بکشا، که بر من و تو در اختیار نکشاده است. ایلچی: اگر مقدر شده است در این راه سر ببازم چطور؟ محمد بیگ: اگر تقدیر چنین باشد چه چاره میتوان اندیشید؟ همین که سرت رفت باید منتظر رحمت الهی باشی. ایلچی: ماشاءالله، من چاکر شما هستم. اگر بفهمم میخواهند سرم را ببرند، نباید سعی در نجات خود نمایم؟ آقای منجم باشی، گورت را گم کن، پاشو از پیش من برو. اول حرف زدن بیاموز، بعد پیش مردم بنشین، و الا به ریش مقدس شاه پاهایت را جای سرت میگذارم. وقتی ایلچی بدین حال بدیدیم، همه فرار کرد. ایلچی امر داد قلیان را پر نمایند. آن وقت ما امیدوار به فروکش کردن غضبش شدیم، زیرا می دانستیم قلیان ذره ای اندوه در او به جا نمی گذارد. عادتش این بود هر وقت غضب دیگ سینه‌اش به جوش می آورد، قلیان می کشید و خود را آزاد می نمود. گفتار صدوم، ملاقات صدر اعظم. آمدن وزیر امور خارجه به قدری ناگهانی بود که ما وقت جمع کردن دست و پای خود را نداشتیم. در مملکت ما خیلی پیش از وقت خبرچینان خبر مهمانی ها را به میزبان می دهند. چون وزیر تقریبا بی خبر آمد، جز قهوه تلخ و دود تلخ و قهوه شیرینی چیزی به خوردش ندادیم. چون قصد ما از این مسافرت استحکام مراتب دوستی بود، ابتدا به او قهوه شیرین دادیم.
بدین معنی که هر کس با ما دوست باشد کامش شیرین خواهد گردید. پس از آن قهوه تلخ به او دادیم، از این روی که هر کس با ما از در دشمنی درآید کامش را چنین تلخ می نماییم. وزیر با همه عقل و درایت چیزی از این معما نفهمید، زیرا در خوردن قهوه شیرین چیزی نگفت و در خوردن قهوه تلخ اخم در هم کشید. متاسفانه ما هم موقع مناسبی برای حل این معما پیش او نیافتیم. چون یک روز پیش از آمدن وزیر اعظم مطلع شدیم، قرار شد آنچرا که لازم است در این موقع تهیه نماییم. حسن طباخ مأمور شد اغذیه لذیذ فراهم آورد تا ما را در پیش خارجیان روسفید گرداند و تا بتواند زینت سفره‌های ما را به رخ آنها بکشد. او هم اقسام و انواع پلو را تهیه دید. به قدری از روی مهارت ترشی‌ها و شیرینی‌ها، چربی‌ها و شربت‌ها مخلوط نمود که سزاوار هزاران آفرین بود. کره بسیاری داغ نموده بر تمام ظروف بریخت. علاوه بر مهارت در پخت غذا می گفت صلاح مملکتی را نیز در نظر گرفتم. شیرینی ها و شربت های ایرانی را که دیگر لازم نیست تعریف کنم. شیرینی ها را همه بر میز چیدیم، مخصوصا گزنگبین که بهترین شربت های دنیاست در میان آنها قرار داد. آن روزی که از ایران حرکت کردیم، چون مقصد خود نیک می دانستیم، آنچه از شربت ها و شیرینی ها لازم بود برداشتیم. مقدار زیادی کاسه شربت قوری هم همراه آورده بودیم، ولی متاسفانه بسیاری از آنها در راه بشکست. هاشم نمی دانست شربت ها را کجا ریزد و مدتی از بی تکلیفی اندوهگین بود. بعد به خاطرش آمد که چند ظرف منقش در این منزل دیده است، پس بیدرنگ سه کاسه را از شربت بالا مال نمود. مهماندار چون به سفره نگریست و شربت در کاسه ها بدید بسیار بخندید. چون ما علت خنده اش بدانستیم، خدا را شکر گفتیم که ما را به خجالت مبتلا نساخت و در حضور وزیر اعظم آبروی من نریخت. وزیر اعظم بدون اینکه کسی به همراه بیاورد آمد. لباسش از حیث دوخت با مردم متفاوت بود. کیسه ابریشمی سیاهی بر پشت گردنش آویخته بود و چون این کیسه ها شبیه به کیسه های زریدوزی بود که شاه ما مکاتیب خود را میفرستاد، تصور مینمودیم این کیسه مخصوص ارسال مراسلات است. سلاح کوچکی که خودشان شمشیر می نامیدند به کمر آویخته بود. معلوم شد که این وزیر از جنگجویان است. این سلاح را هرچه فکر کردم جز به سیخ کباب تشبیهش نمی توانستم نمود. شاید این سیخ علامت این باشد که وزیر اعظم طباخ مخصوص شاه است. چون حل این معماها را از مهماندار بخواستیم گفت این لباس لباس رسمی وزراست که موقع شرفیابی به حضور شاه می پوشند. امروز آن را به افتخار ایلچی بر تن پوشیده است. خصائل وزیر اعظم درویشانه بود. مهربانی او انقدر زیاد بود که ما هیچ تصور نمی کردیم این شخص بتواند مملکتی را اداره نماید. راستی اداره مملکت کار هر بز نیست، بلکه قیافه درهم کشیده لازم دارد. رئیس مملکت باید قسی القلب و خونریز باشد تا بتواند مملکت را اداره نماید. در مملکت عثمانی هر کس وزیر اعظم شد برای کسب شهرت مدتی خونریزی می نماید. خونریزی او آویختن یک تاجر جهود به دار است. اما اینطوری که می گفتند وزرای انگلیس نه دست دزدی را بریدند و نه گوش نانوایی را به در دکانش میخکوب کردند. عجب این که مغلوب کننده تیپو سلطان میگفت هنوز من کسی را نکشتم. ناشتا بسیار عالی بود، اما وزیر اعظم نپسندید. ایلچی خود لقمه های لذیذ برگزیده و به دست وزیر اعظم میداد. محض احترام دست ها در ظرف وزیر اعظم فرو میبرد
و قاشق شربت خوری خود به دست وزیر داد. وزیر معلوم شد از این رسوم خوشش نمی آید. کمی گزنگبین به او دادیم که محض امتحان خورد. اما همین که هاشم قطعه ای با دست شکسته برداشت و گردش را با دهان بر باد داد، وزیر از خوردن خودداری نمود. با خود گفتیم لابد این کافر ما را نجس می داند که میل به خوردن غذای ما ندارد. کسی که گوشت گراز می خورد و شراب می نوشد ما را نجس می داند. نه بر مرده بر زنده باید گریست. ایلچی به نام فرمان اسلام رفتار نموده و در ظاهر چیزی نگفت. وزرای متعددی که هر یک کار مخصوصی داشتند به ملاقات ایلچی آمدند. یکی از وزرا به نظر ما زیادی می آمد، زیرا او را وزیر جنگل می نامیدند. آخر جنگل‌های خدا محاسب برای چه می خواهند؟ فرنگیان نمیدانم چه فکر میکنند. ما که از دست جنگل‌های خود به سطوح آمدیم و از خدا میخواهیم که آنها را از زمین بردارد. اگر به شاه ایران بگوییم انگلیسیان برای هیزم وزیری معین کرده اند، باور خواهد کرد. اگر بخواهیم برای تمام موجودات وزیری معین کنیم، خرج دولت از حد خواهد گذشت. مثلا برای کویرهای لمیزرعی که هزاران فرسنگ از مملکت ما را گرفته اند وزیری داشته باشیم. کار وزیر این است که شوره ها و ریک های آنها را به شمار آرد. کار وزیر جنگل شمردن شیران و خرسان و گرگان جنگل کردستان است. مهماندار چون این اعتراضات بشنید گفت همچنان که در مملکت شما اسب و شمشیر اهمیت دارند، در مملکت ما هم تخته مهم است. تا وزیر بحریه به خدمت ایلچی نیامد ما حرف مهماندار را نپذیرفتیم. اما چون وزیر بحریه آمد و از وسعت اداره او آگاه گشتیم، لزوم وزارت جنگل از هرمن الشمس گردید. ما که در دو کشتی جنگی سفر کرده بودیم و می دانستیم اداره کردن آنها چقدر مشکل است، البته وزارتی را برای هزاران کشتی لازم دیدیم. ترک ها هم به بحریه اهمیت می دهند، زیرا آنها نیز وزیر و مفتی برای بحریه دارند. در ایران با وجودی که دریا از یک سوی بوشهر و هرمز از سوی دیگر گرگان و رشت را می شوید، هنوز از وجود بحریه آگاه نیستیم. بگذار به ایران برسیم، آن وقت انشاءالله حکایاتی شبیه به حکایات الف لیله خواهیم گفت که تا ابد پایدار مانند. اشخاصی به ملاقات ما آمدند که هرگز نمی دانستیم چه کاره اند، یا اگر می فهمیدیم چه کاره اند مقام آنها را نمی دانستیم. لباسشان همه یک رنگ و یک دوخت، سرشان به یک نهج تراشیده بود و همه هم در یک جا می نشستند. حرفای آنها هم یکسان بود. رئیس تشریفات به ملاقات ایلچی آمد. ما تصور می کردیم مقام او با مقام رئیس تشریفات ما فرق ندارد، اما معلوم شد که میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. انصافاً کسی مثل انتیکاغاسی که رئیس تشریفات ماست نمیتواند. طایفه قاجار که به داشتن ریش معروف است، یک نفر مثل انتیکاغاسی دارد که ریشش از روی انصاف از ریش شاه بهتر است. لباس و رفتار او را کسی تقلید نتواند کرد. کلامش شیرین و آمیخته به تملق است. در زیبایی و جوانی کسی را با او قیاس نتوان کرد. اما بیا و دو کلمه از رئیس تشریفات شاه انگلیس بشنو. این آقا پیرمرد چاقی است که می گفتند خان هم هست. به قدری با کندی راه بیرفت که ما پرسیدیم مگر خدای نخواسته حالا از چوب و فلک رسته. تا توانست برای دیر آمدن خود عذر آورد و بهانه تراشید. اصلا مگر ما از او پرسیده بودیم چرا دیر آمده ای؟ چون ایلچی شائق به دیدار شاه بود گفت لابد جناب مقرب الخاقان پیغامی از شاه آوردند.
پیمانه صبرم لبریز گشته است. وقت شرفیابی را معین کنید تا خود را حاضر و آماده سازید. رئیس تشریفات: شاه در قصر ییلاقی زندگانی می نماید. 3 روز دیگر به شهر آمده شما را خواهد پذیرفت. شادی ما را دیگر حدی نماند. همه با صدای بلند گفتیم الحمدلله الحمدلله. تا توانستیم این خان پیر را با تملق و مداهنه بار نمودیم. اینقدر از لطایف و ظرایف برای او گفتیم که گویی خود شاه انگلیس است. گفتار 101 فرارسیدن هنگام شرفیابی به حضور شاه. اگرچه هنوز میعادی برای حضور شاه معین نشده بود، ولی ما به قول رئیس تشریفات عمل کرده ایلچی را حاضر می ساختیم. هدایا همه برگشودیم و مکتوب شاهنشاه سر دست نگاه داشتیم تا در روز شرفیابی اشکالی پیش نیاید. ایلچی در پوشیدن لباس با ما مشورت بسیار نمود که چه شالی بپوشیم و چه خنجری بر کمر آویزیم. اسبهای تقدیمی همه سالم رسیده بودند. خودمانیم از مملکت ما تا این مملکت چه کسی خواب سالم رسیدن این اسبها را می‌دید؟ حیواناتی که به چریدن در چمنهای سبز و خرم عادت کرده بودند چگونه در قفسی آهنین در میان دریای آب زیست کردند. ایلچی را چنین عقیده بود که مروارید را تقدیم نماییم و بگوییم که شاه ایران بر آن سوار می شده است. اکنون از کثرت علاقه که به برادر خود شاه انگلیس دارد آن را هدیه فرستاده است. پس روی به مهماندار نموده گفت اگر سینه و شکم و پاهای او را به حنا تزیین سازیم بهتر نیست؟ مهماندار گفت چون هنوز این ماده رنگی سر و ریش هیچ یک از انسانهای این ملک را ملون نکرده، به علاوه حیوانات ما هنوز این رنگ را به خود ندیده اند، پس این کار خلاف عادت است. چون ما را از بیرنگی اسبان خوش نمی آمد، لذا با مهماندار از در مشاورت وارد شدیم که فلانی فکری کن که هدایای ما مورد پسند شاه واقع گرد. مهماندار قول داد که هنرمندان ملک خیش را در این کار به کمک طلبد تا هدایای ما مورد پسند شاه گردد. زهی سعادت و زهی فرخنده روزی که مهماندار نیز به تأیید سخنان رئیس تشریفات گفت شاه ما هفته دیگر هیئت سفارت را به حضور خواهد طلبید. چون محمد بیک به تقویم نگریست از شادی برافروخت و گفت الحمدلله که روز موعود روزی مبارک و فیروز است، زیرا یک روز پس از چهارشنبه منحوس آخر سفر می باشد. میرزا از مهماندار پرسید که تشریفات آن روز چیست؟ مهماندار: همچنانی که شاه سفرای دیگر را میپذیرد شما را نیز خواهد پذیرفت. میرزا: چطور؟ یعنی چه؟ مهماندار: گاری سلطنتی اینجا آمده و شما را به قصر شخصی شاه میبرد. رئیس تشریفات آنجا شما را ملاقات نموده و وزیر امور خارجه به شاه معرفی مینماید. آن وقت است که باید اعتبارنامه های خود را به حضور شاه تقدیم دارید. ایلچی: به به، عجب پذیرایی خونکی، ارواح پدرت لایق ریش من است. من به این پذیرایی خوش تن در می دهم؟ مهماندار: علت بیمیلیت چیست؟ مگر تو غیر از سایر ایلچیانی؟ ایلچی با تغییر: شاهان دنیا را درجه و مقام یکسان نیست. کارپردازان آنها را در خور مقامشان باید پذیرفت. من می دانم چه کس بزرگی مرا فرستاده است. شاهنشاه ما وارث تاج و تخت کیان است و نور چشم اشکانیان. اگر می خواهی اجداد ما را بشناسی، حاضرم از زمان نوح نبی تا الی حال یک یک آنها را برای تو برشمارم.
آخر پیشدادیان شاهانی بودند. شاه شما را چگونه میتوان با شاه ما مقایسه نمود، در صورتی که هنوز نام ملک شما را در ایران کسی نمیداند. اولاد پیشدادیان و کیان را چون گراز زاده های فرنگی نمیتوان پذیرفت. مهماندار: چه فرمایشی میکنید؟ منتظرید که آداب و رسوم خود را برای شما تغییر دهیم؟ اگر شما شاه ریش دراز را میپسندید، شاه ما هم باید ریش دراز داشته باشد. آداب و رسوم تمام ملل متفاوت است. میرزا فیروز: وقتی ایلچی شما به دروازه پایتخت ما رسید، این طور او را پذیرفتند؟ خیر عمو، شاه ما کسی را به استقبال او فرستاد و خیر مقدمش گفت. آن روزی که میخواست به حضور شاه شرفیاب شود، کوچه ها از سپاهیان پرگشت. شکر و گلاب در پیش پای اسبش ریختند. تبل و شیپور در تمام شهر به صدا در آمد. بازارها تزیین گشت و مردم مجبور تعظیم و تکریم شدند. خلعت بر تن او پوشیدند و شاه او را زیر سایه خود پذیرفت. به محاسن مبارک پیغمبر قسم، اگر چنین احترامی را در باره من مبذول ندارید، به تنهایی خدمت شاه رفته مکتوب شاهنشاه را در دست او میگذارم و میگویم شاها خدا حافظ، پس یک سره به ملک خود برمیگردم. مهماندار: مگر به گفتن حلوا دهن شیرین می شود؟ شاه ما کسی است، آخر باید عقیده او را در این خصوص دانست. شاید وقتی شروط شما را دانست به ملاقاتتان تن در ندهد. الغرض، اتاق را طوفان شدیدی از حرف فرا گرفت. سر ایلچی پایین افتاده، موهای ریشش هم پریشان گشته بود. ایلچی: مگر من ایلچی نیستم؟ مهماندار: شاه ما شاه هست یا خیر؟ پس از این سوال از فرط غضب به یاوه‌گویی پرداخت. در میان آن همه کلمات یک حرف به گوش ایلچی رسیده بود و آن دام بود، و چون در کشتی زیاد این کلمه را شنیده بود و آن را فحش می‌دانست، از غضب برافروخته شده گفت: دام ملعون، شما مرا ملعون می نامید؟ اگر من ملعونم، تو پدر ملعونی. چرا من در ملکی بمانم که فحش بشنوم؟ هر چه باشد من در مملکت خود کسی هستم. من کاری می کنم که هر خر می تواند نسبت به مادر و خواهر و اجداد خود بنماید. من این همه راه نیامدم که فحش بخورم، آن هم از احمقی چون تو. پس از اتاق برون جست و مهماندار را حیران در اتاق گذاشت. مهماندار کلاه به سر به ساعت نگریست و پس از پوشیدن قبا و دستکش عصا را در دست گرفت و گفت: سایه شما کم نشد، و بیرون رفت. ما که از اخلاق ایلچی آگهی داشتیم، این حرفا در نظرمان عجیب نبود، چرا که او ادای وظیفه کرده و قدر قبله عالم را به مهماندار فهمانده بود. ایلچی حساب کار خود را می‌نمود، زیرا می‌دانست این سخنان نه تنها باعث پیشرفت او خواهند شد، بلکه همچون خاری در پیش پای میرزا شفیع خواهد روید. طولی نکشید که پیش ما آمده بارت و بروتی دمید. ما نیز در جیبش شاخ گذاشته گفتیم: اگر انگلیسیان درس می‌خواهند، باید پیش تو آیند. من گفتم: این پدر سوخته ها چون آینه دارند و ما نداریم، چون پارچه می‌بافند ما نمی‌بافیم، و ساعت می‌سازند ما نمی‌سازیم، هند که یک وقتی مال ما بوده حال مال آنهاست، تصور می‌کنند باید آنها را تحمل نماییم. مگر ما یدکیم که هر طور بخواهند با ما رفتار کنند؟ شکر خدای را که ما ایرانی هستیم و رئیس با فضل و دانشی داریم که تربیت را به آنها بیاموزد. محمد بیگ: بلی بلی، خدا بزرگ است، خدا ایلچی را از شر بلیات حفظ کناد.
هرچه فرنگیان می کنند به واسطه کفری که دارند ایلچی باید با نظر خطاپوش ببخشدشان. ایلچی که با این جسارت مرتبه شاه ما را زیاد گردانیده بود تمام روز را به شنیدن تحسین گذراند. روز بگذشت و مهماندار به منزل بازگشت ننمود. از این قضیه بیمناک گردید که مبادا فرنگیان حاضر به عقد معاهده با ما نگردند. اگر ما را از اینجا بیرون کنند بهانه به دست میرزا شفیع افتاده، به قبله عالم خواهد گفت کارپرداز ما درست روی ما را در خارج سیاه کرده است. خلعتی سزاوار اوست که به تن ابو جهل هم نپوشیدند. آری ایلچی ما پدر پدر ابو جهل است. این سخنان چون خار در فکر میرزا فیروز بخلیدند و دم به دم میپرسید مهماندار برگشت یا نه؟ برای تسلی خاطر خود به اطراف قدم میزد و از هر کس آمدن مهماندار را میپرسید. پس گفت چه نیکو سخنانی گفتم. سخنانم از تیر و کمان قزلباش ها کارگرتر آمدند. آخر من این همه راه را نیامدم که ریش خندم کنند. پیمانه صبر و حوصله ایلچی لبریز گشت و بیش از این طاقت و تحمل انتظار را نداشت. پس مرا با نارنجی به خانه مهماندار فرستاد که تا نیایی شام نخواهم خورد. من می دانستم که اگر فرنگیان غضبناک شوند نرم کردن آنها بسیار مشکل است. پس با نومیدی سوی او رفتم. برخلاف انتظار مهماندار استقامتی در نیامدن نکرد و بدون اینکه گذشته را به یاد بیاورد خواهش ایلچی را پذیرفت. همین که وارد شد به طور عادی یکدیگر را ملاقات نمودند. ایلچی دستی به پشت مهماندار زده گفت ماشاءالله، حقیقتا آثار مردانگی را در تو میتوان یافت. علت این مردانگی آن است که در ایران بوده ای و الا اگر مثل آن فرنگیانی بودی که ایران را ندیده اند از شدت غضب شکیبایی از کف تو می رفت. اما تو مرد جهان دیده ای هستی، جای گل گلی و جای خار خار. حافظ گفته است که عشق حقیقی چون غضب شخص جاهل است که هرگاه علت غضب نیز از بین رود جاهل در اندوه باقی می ماند. حال از فرط عقل و دانشی که سرکار عالی دارید بیهوده غضب را بر خود چیره نمی سازید. مهماندار: سایه شما کم نشود، مرحمت سرکار زیاد، میل شما را به وزیر امور خارجه اظهار داشته. ایلچی که هیچ منتظر نبود گفت خب چطور شد؟ مهماندار: وزیر امور خارجه گفته از چه اشکالی دارد؟ ما شما را از حضور همه می گذرانیم. الحمدلله سربازان و کالسکه های ما زیاد و لباس های قشنگ ما از حد افزونند. نمایش آنها هیچ اهمیتی ندارد. هر طور که میل دارید می توانید به خدمت شاه برسید. ایلچی: عجب عجب، من که از کار شما سر در نمی آورم. شما بهانه دست کسی نمی گذارید. مهماندار: البته ما وقت را به حرفهای بیهوده تلف نمی نماییم. میرزا: پذیرایی ایلچی بیهوده است؟ در ایران این کارها را از روی حزم و احتیاط انجام می دهند. احترام بزرگان اتلاف وقت است. مهماندار: اروپاییان آن وقتی که در جهالت به سر می بردند اوقات گرانبهای خود را در کارهای بی مورد مصرف می نمودند، اما اکنون به اشتباه خود پی بردند و حاضر نیستند دمی از لحظات زندگی را تلف نمایند. حال چون شما ایرانی هستید و این کارها را بی مورد نمی دانید، ما برای خاطر شما به چنین احتراماتی اقدام می کنید. ایلچی ریش صاف نموده، سبیل‌ها تاب داده و دانست که خود را در پیش فرنگیان کوچک نموده است. اما چون کار از کار گذشته بود، زحمت اندیشه به خود راه نمی‌داد. پس گفت: انگلیس‌ها تصور می‌کنند ما از پشت کوه آمده‌ایم. ما را خر می‌پندارند.
تصور میکنند ما از دنیا بیخبریم. زهی جهالت. باشد، هر چه میخواهند تصور بکنند. اما آقای مهماندار، بدان ملتی که دارای اجدادی از قبیل جمشید، چنگیز، تیمور لنگ، نادرشاه، آقا محمد خان بوده است، بهتر از شما دنیا را میشناسد. ملتی که میان شاهانش ستاره درخشانی چون فتح علی شاه دارد، نمیتوان بازیچه‌اش دانست. ملت فتح علی شاه احتیاجی به آداب و رسوم شما ندارد تا آنها را سرمشق خود قرار دهد. چون این مذاکرات تمام شد، برخاستند و به سوی میز قضا رفتند و تا توانستند گوی دوستی در میدان قضا زدند. گفتار 102 در حضور شاه. روز معهود در رسید و ایلچی برای شرفیابی به حضور شاه فراهم آمد. از بخت بعد در آن روز مرا شکم دردی سخت عارض گشت که از شدت درد از جای نمی توانستم جنبید، چه جای آن که به خانه شاه روم. پس اندوهگین گوشه‌ای بنشستم و درد دل با ایلچی در میان نهادم که شاید چاره اندیشد و اگر چاره ای نباشد دست از بردنم فرو شوید، که با این حال تو را به حضور شاه رفتن آبروی خود ریختن است. اما مرا امیدی به این نبود که ایلچی از رفتنم دست بکشد، زیرا همچنانی که رسم ما ایرانیان است، ایلچی سعی داشت که همیشه گروهی از خدم و حشم دنبال خود اندازد، به خصوص اکنون که بایستی در حضور شاه جلوه‌ای فروشد. با همه نومیدی روزنه امید بگشود و میرزا با قیافه شاد مرا در رفتن مخیر ساخت. این کار البته با من که سابقه از آن نداشتیم بسیار عجیب می نمود. اما چون قدری زحمت اندیشه به خود راه دادم، دانستم هنوز که هنوز است ایلچی مرا جاسوس پنداشته و گمان می کند افعال و اعمال او را یک به یک به وزیر اعظم خبر میدم. اما من میدانم که در تمام عمر یک زبان و دروی نبودم و هیچگاه قلمم باعث بدبختی کسی نگشته است. مرا چه کار که میرزا فیروز خوب از عهده براید یا خیر؟ به وزیر اعظم آنطوری که میرزا تصور میکرد نیز علاقمند نبودم. علاقه هم تا وقتی بود که مرا مصدر کاری نماید و از تنگنامی بدبختی بر مرکب سعادتم نشاند. اکنون که من برای خود کسی هستم و کاری در خور و شایست مراست، از چه روی یاد او نمایم؟ ایلچی خیشتن در البسه زیبا بیاراست و تا توانست زیبایی خیش تحسین نمود و از ما تصدیق گرفت. ما نیز چشم بر هم نهاده گفتیم آفرین بر قامتی بدین رعنایی، بر صورتی بدین زیبایی. ریشش را ببین که چون رشته های مرواریدی است که از صورت مجسمه‌ای از آج آویخته‌اند. اگر تمام زیبایی های گذشتگان و آیندگان را به اون نسبت می‌دادیم حق بود، زیرا جز گزافگویی و یاوه سرایی در پیشگاه بزرگان چه می‌توان گفت؟ اگر شما خاری بیابانی را ببینید، مگر به یاد گل نوشکفته که هماغوش با آن بوده است نخواهید افتاد؟ حال اگر میرزا فیروز را در این لباس می دیدید، هر آینه به یاد قبله عالم می افتادید. همچنان که اگر جلوی یکی از ملایان تهران گوشت گراز میل نمایید شما را تحویل اسرائیل می دهند، میرزا فیروز اگر بدین لباس به تهران داخل می شد طبعاً به همان سرنوشت می رسید. چه جقه که شاه می تواند بر کلاه زند به کلاه خود آویخته بود. اما انگلیسیان از کجا این معما را حل می توانستند بکنند؟ ما می دانستیم میرزا فیروز چه می کند. شمشیر و خنجری را که دارای قبضه هایی از الماس بودند به کمر آویخت. منگنه های مرواریدی که علامت وزارت است
بر شال او می رخصید. همین که از جلوی صف خدام بگذشت همه با صدای بلند گفتیم آفرین آفرین، ماشاءالله ماشاءالله، آفرین خدایی بر پدری که تو پرورد و مادری که تو زاد. میراخور پیش آمده تعظیم نمود و گفت اسبان حاضرند، مروارید با مروارید آراسته و آنچنانی که شایسته است بدنش را ملون نموده ایم. راستی راستی ذوالجلال تعزیه‌ای حسابی است، اما چه سود بزرگوار که من با رنگ آن مخالفم، زیرا در عوض اینکه با رنگی میل نگریستن به او نیست. خدا دست و پنجه نقاش انگلیسی را بشکند که نمیدانم از زیر دستش چه بیرون آمده است. درست مقارن زور کوچه ها از سپاهیان پرگشت. کمی بعد کالسکه مخصوص شاه انگلیس در به منزل بایستاد و یکی از خوانین انگلیس در منزل پیاده شد که بزرگوار شاه ما مرا از آن فرستاده که حضرتت را به حضورش راه بر باشم. ایلچی سر قبول فرود آورد و بیدرنگ بر گاری بنشست و سوی قصر روان گردید. دو کلمه از درد دل من بشنو که مرا بیتاب ساخت و قرار از کفم برو بود. لاجرم خود را سخت در پوستین بپیچیدم باشد که عرق کنم و دردم زائل شود. پس به سوی دریچه‌ای که مشرف به کوچه است رفته به بیرون نگریستن گرفتم تا اگر ز دیدار شاه انگلیس محروم گشتم اقلن وضعیت کوچه را ببینم. راستی راستی فرنگیان گویی از پذیرایی سررشته ندارد. با خود گفتم کو آن پذیرایی های گرم ایرانیان و ترک ها؟ انگلیسیان فقط می توانند توپ بسازند و سررشته ای از انسانیت و مهمان نوازی ندارند. اسب ها پس از ماه ها سفر دریایی اکنون به یاد ایران افتاده جست و خیز می نمودند. اما اسب های گاری با وجود قشنگی چون اولاغ بارکش سر را به زیر انداخته راه می پیمودن. دسته ما همه بر گرده اسب نشسته محض ابراز شجاعت در سواری تاخت و تاز می نمودن. انگلیسیان که شاید تا به حال کسی را به این چابکی در سواری ندیده بودند مات و مبهوت به سوی آنها می نگریستند. پیمانه صبرم تا آمدن ایلچی مالا مال گشت، زیرا می‌خواستم آنچه که امروز دیده و شنیده است برای من بازگوید. همین که آمد بیدرنگ پیش او رفتم و منتظر بایستادم. رفقا همه دور او را گرفته معلوم بود که دلشادند. ایلچی که آثار شادمانی از چهره اش هویدا بود بدون این که دیگران را بنگرد به من روی کرده گفت حاجی دریغ که توفیقی را از کف دادی، دیدن این شاه لازم بود. به جان خودم قسم انگلیسیان حق دارند که شاه خود را می پرستند. اگر شاه ما ده یک شاه انگلیس مهربان می بود کدام ایرانی احمق از دست او فریاد می کرد و چون بت نمی پرستیدش؟ دربارش خیلی با ما فرق دارد. به گمان من تمام ممالک بدین گونند. نگاه‌های آمرانش دلیل بزرگی و نجابت او بود و به من فهماند که تا چه اندازه شاه است. راستی راستی از دیدن او قبله عالم به یادم آمد. محمد بیگ: اگر اشتباه نکرده باشم این دو پادشاه را فرقی بزرگ است و آن اینکه ایستادن در حضور شاه انگلیس بیم جان دادن ندارد. اما چه کسی امیدوار است که از حضور شاه ما سالم برگردد؟ آنهایی که زیاد طرف توجه باشند مگر بدون یافتن خلعتی از چوب و فلک می توانند بازگشت؟ سعدی چه خوش گفته که معاشرت با پادشاهان سفر دریاست، بیم جان دارد و امید نان. اگر سعدی شاه انگلیس را می دید شاید هرگز چنین چیزی را نمی گفت. عقیده من
هر کس در حضور فتحعلی شاه بایستد جان در کف او نهاده است. اما در انگلستان گویی شاه را با دیگران فرقی نیست، زیرا با همه از مهربانی سخن میگوید. ایلچی: چه نیکو از عهده سخن گفتن برآمدم. پس به همراهان رو کرده گفت: خوب حرف زدم یا نه؟ صدای ما شاء الله از همه حلقوم ها، حتی حلقوم من که همراه آنها نبودم، بیرون آمد. اسماعیل ناظر: آفرین آفرین، افلاطون به این فصاحت سخن نگفته است. ایلچی: ولی دیگر بیش از این رسانیدن عظمت و اقتدار شاه ما به خارجیان میسر نبود. ببین این سخنان چه تأثیری داشتند که کسی ما را به تعظیم وادار ننمود. محمد بیک: صحیح است، وقتی به بوسگاه رسیدیم نه کسی ما را به درآوردن کفش واداشت و نه ما بیم از دست دادن سر داشتیم. من: عجب، مگر آستانه ای نبود؟ کفش ها را از پا در نیاوردید؟ ایلچی: به، چه میگویی؟ همینطور که تو به من نزدیکی، من نزدیک شاه انگلیس ایستاده بودم. خودم مکتوب شاه را در دستش گذاردم. همه ما در حضور شاه ایستاده بودیم. ملاقات شاه در اینجا بچه بازی است. چیزی که آنجا نیست چوب و فلک است. میر غضب کجا دیده می شود؟ قطعاً اگر کسی جلوی شاه توف می کرد، همه آفرین گویان بر می خواستند که چه نیکوکاری کردی، آفرین آفرین. من گفتم: پس این طور که می‌فرمایید شاهان در این مملکت کار ندارند. تقی: بدبختی این است که در این ملک کاری برای امثال من نیست، زیرا چوب و فلک که نباشد ما باید برویم و بچریم. میراخور: به به، من که خودم حاضرم چوب و فلک بخورم، هرچه از دهنم در بیاید بگویم. ایلچی: عجب، اگر این سخن به گوش شاه رسد زبانت را خواهد برید. تو برو با اسبا بازی کن. تو را چه کار که در این سخن شرکت جویی؟ برو از زبان خرت ما را فارغ ساز. ایلچی محمد بیک را گفت: آن پیرمردی که پیشاپیش من راه می رفت که بود؟ محمد بیک گفت: من چه می دانم؟ همین که چوب را به دست گرفته برای پراکندن جمعیت پیش رفتم، به طرف من آمده میکوشید مرا کناری راند. چوب سفیدی در دست داشت که گاه و بیگاه به حرکتش می آورد. ابتدا گمان می کردم این کار یکی از مراسم استقبال فرنگیان است، ولی چون حرکت دستش را شدیدتر دیدم و اصرارش دانستم به کناری رفتم. ایلچی: آفرین، راستی راستی نزدیک بود آبروی ما ریخته شود. خوب کردی که کناری رفتی. دمی از این مذاکرات نگذشت که صدای هیاهو و فریادی شنیده شد و به قدری قوقا زیاد گردید که ایلچی خود برای کشف قضیه از اتاق بیرون جست. اسماعیل بیک و آقا بیک ناظر به سر و روی یکدیگر میکوبیدند و آنچرا از فحش و سقط میدانستند بر زبان میراندند که تو از من پست تری و مقام من از تو بالاتر است. اسماعیل بیک: مردی که تو خیلی از من کمتری، از این روی مرا مقدم بر تو داشتند. آقا بیک: بی حرف، زبان دراز. خلاصه جنگ مغلوبه شده بود و گویی بر سر ارمنستان یا قفقاز می جنگیدند، زیرا مطلبی بدین کوچکی جار و جنجالی بدین بزرگی لازم نداشت. اما همه می دانستیم که سگ زرد برادر شغال است. نه اسماعیل را بر آقا برتری است و نه آقا را بر اسماعیل زیادتی. هرچه ایلچی به شدت صدای هدمی افزود، از شدت جار و جنجال آنها نکاست. پس از فرط غضب فرمود که چند لنگ کفش به دهانشان بزنند تا اینقدر حرف مفت از دهان برون نریزند. هنوز کف کفش به دهان میراخور آلوده نشده بود که به سوی درب منزل دوید و فریاد کنان میگفت: ای داد بیداد، من آدم جورج شاهم، بنده شاه جورجم.
چون ایلچی این سخنان از او بشنید فرمود که همگی او را مقید سازید. خودش مقدم بر همه دویده و او را بگرفت و گفت: پدر سوخته، میفهمی چه میگویی؟ من الان شاه جرجت میکنم. پس زلفان او را محکم گرفته گفت: اگر برای این حرف پدر و خودت را نسوزانم از تو پسترم. الان شاه جرجت میکنم. پس به همدستی ما او را به زمین خواباند و چندین بار سرش را به زمین کوبید. سپس ننگینترین اعمال را بر سر او آورد، یعنی قیچی را خواسته ریش و سبیلش را پاک از بیخ ببرید و کسافات را کاملا ازاله نمود. قیچی بیرحم صدا می داد و داسوار خرمن ناز او را نیک درو کرد. آن خنده های صبحگاهان و آن شادکامی ها این تلخکامی را در پی داشت. آنچه که از روز مانده بود با ذکر لا اله الا الله بگذشت. چون نیک در اطراف قضیه تحقیق نمودیم، معلوم شد آن فرنگی که برای مترجمی نوکرها آورده بودند و زبان ترکی نیک می دانست، راجع به آزادی انگلستان با آنها صحبت و به عقیده ما از راه درست منحرفشان گردانیده است. با آنها گفته است که در این مملکت هر کس مطیع قانون است و زیر سایه قانون هر کس از هر درد مسون و محفوظ می باشد. فلک کردن هیچ مرسوم نیست. تمام احکام از طرف قاضی القضات که نماینده خود شاه است صادر می شود. با این سخنان چنان آنها را فاسد نموده بود که در حضور ایلچی چنین جسارتی نمایند و خود را بنده شاه انگلیس شمارند. آقا بیک میخواست آنچه را مترجم گفته است به عمل آورد که ریش و سبیل را در این سودا باخت و تجربه تلخی در عوض گرفت. میگفت: دریغا که زلفهایم از کف برفتند، مایه کبر و غرور و زیباییم به کلی گم شد. به خدا قسم اگر به هر وسیله به ایران رسم، یک بار سوار بادپایی گردیده یک سره در دامن قله دماوند به تهران خواهم رفت.